درود بر شما. 14 آذر ماه 1399 خورشیدی و 4 دسامبر 2020 میلادی. این هفته دنیای خبر چنان که میدانید دیگه اشباع شد واقعا از ماجرای ترور محسن فخری زاده و تحلیل و تفسیرهای مکرر در این باره. این اشباع شدگی فضای خبری نتیجه منفی هم داره همیشه. اینکه حرف حساب معمولا توی همچین فضاهایی کمتر شنیده میشه، اصلا شنیده نمیشه. بهتر دیدیم که پرداختن به نقش فخری زاده در برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و پیامدهای ترورش بر برنامه‌های نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بگذاریم برای هفته آینده تا بهتر شنیده بشه. اما یک خبر مهم دیگر هم منتشر شد که همونطور که عرض کردم تو این التهاب خبری دیده نشد. نامه اکبر طبری، معاون پیشین اجرایی و مالی قوه قضاییه، محکوم به 31 سال زندان بود به روزنامه شرق که تو اون نامه میگه نصف شبی تو خونه ویلایی یکی از رئیساش صادق لاریجانی بازداشت شده، ریختن و بازداشت کردن و فلان اینا. صادق لاریجانی که میدانید الان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان، یعنی از تصمیم گیرنده های اصلی سرنوشت 85 میلیون ایرانی، میریزن تو خونهش. معاونش رو که همچنان صادق لاریجانی داره ازش حمایت میکنه میگیرن میبرن بهش، به دلیل به هم ریختن مثلا دستگاه عدلیه به خاطر رشوه و این داستان ها، بهش 31 سال زندان میدن. این عاشق همچنان یکی از تصمیم گیرندگان اصلی سرنوشت مملکت. امشب در صفحه آخر به تلاش رهبر جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر فساد مقامات درجه اول جمهوری اسلامی میپردازیم. قبل از شروع برنامه نکته ایست که این هفته هم نمیتونم دیگه نگفته بگذارم به دلیل ضیق وقت. دو سه هفته میخواستم اینو مطرح کنم که عقب افتاد. گرانی و درآمد پایین مردم، گسترش فقر در هر لایه اجتماعی به جایی رسیده که مأمورای جزء حکومت که از نظر درآمد و هزینه مثل اکثریت مردمان، تو روز روشن از مردم تو خیابون با گردن کلفتی دزدی میکنن. فقر اقتصادی، فقر فرهنگی رو در حد باور نکردنی گسترش داده. شما بهتر از من میدونید هیچ حرمت و کرامت انسانی وجود نداره دیگه، چون گرسنگی حرف اولو میزنه. مأمور جزء حکومت تو هر دستگاهی کار بکنه مگه چقدر درآمد داره؟ خیال میکنه که فقط زورش به مردم میرسه، هیچ کس هم مانعش نمیشه. نتیجه این میشود که ماشین گشت حکومت به هر دستفروشی که میرسه بساطو به هم میریزه یا به هر حال شلوغ میکنه یه صندوق میوه چیزی بدزده. بر اساس آخرین آمار اعلام شده 40% دستفروشان مدرک زیر دیپلم دارند، 30% دستفروشان تحصیلات دیپلم دارند و 30% تحصیلات لیسانس تا دکترا دارند. یعنی از هر 3 دستفروش یکیشون مدرک لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا داره. از هر 3 دستفروش. من نمیدونم چه تعداد از تحصیل کرده ها تونستن مهاجرت کنن و چه تعداد از قهرمان های ورزشی رفتن کشورهای دیگه. اونا که موندن اغلب زندگیشون مثل محسن مدحنی است، قهرمان جهان که از جمله مدالایی که به ایران آورد مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در آتن بود 2017، 3 سال پیش، که با اختلاف زیاد حریفاشو پشت سر گذاشت، مدال طلای وزن 58 کیلوگرم رو آورد ایران. داره دستفروشی میکنه. هر روز هم مامورای شهرداری و انتظامی و اماکن و کوفت و زهرمار میرن به ساتش و هم میرسن. اینه تفاوت زندگی نخبه های مردم با دزدان کلان حاکم بر زندگی مردم. تقدیمی این هفته به رهبر نظام فاسد جمهوری اسلامی.
معدنی هستم، یه جوان انجمشکی که سالا برای ورزش انجمه زحمت کشیدیم، از دست از خانواده رفقا همه چیز زدیم، خدا رو شکر تونستیم به یه جایی هم برسیم، ولی الان هم به دلیل مسائل بعد زندگی به فروشی روی بردیم. الان هم مامورین شهرداری گفتن ها شریفینی ها شهردار انجمشکی های جانگیری گفتن که باید جمع کنیم، ما هم جمع کردیم، دست ما هم به جایی نمیرسه، گردن ما هم باریتره، ولی خب در شن یک ورزشکار خرمان و جان نیست که بیاد دست فروشی کنه و بعد جمعش هم بکنه. پرداختن به دادگاه محاکمه کسی که 20 سال معاون اجرایی قوه قضاییه بوده و 10 سال افسون بر معاونت اجرایی معاون مالی رئیس قوه قضاییه بوده و خودشون میگن پروندهش 18000 صفحه است، پرداختن به جزئیات این پرونده نه فقط واقعا لازم نیست، ما رو به جایی نمیرسونه، اگرم به جایی برساند همون جاییست که جمهوری اسلامی میخواد، یعنی پرداختن به افراد ریزی که تنها کله گندشون اکبر طبری است، کاری که دادگاه کرده، کاری که همیشه جمهوری اسلامی تو دادگاه اقتصادیش کرده و میکنه. مهم این است که این حقه‌بازی آخوندی رو دور بزنیم و برسیم به حقیقت موضوع، کشف بخشی از فساد ساختاری جمهوری اسلامی از پایین قوه قضاییه، یعنی همین دادگاه، تا ریاست قوه قضاییه و بیت رهبر شخص خامنه‌ای. در واقع مافیا برای حفظ خودش افرادش قربانی میکنه. میگم چرا و ثابت میکنم تو این برنامه به قول مشهدی ها مدونوم و متونوم. اکبر طبری بعد از 20 سال معاونت هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی یک هفته بعد از رئیس شدن ابراهیم رئیسی برکنار میشه در 29 اسفند 97. حدود 4 ماه بعد بازداشتش میکنن در 23 تیر 98. از شرق بخونم براتون از نامه‌ای که اشاره کردم در مقدمه که اکبر طبری فرستاده است به روزنامه شرق. نوشته است این جانب در حالی که در خارج از حوزه قضایی تهران و در شهرستان آمل نهار میهمان منزل ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و منصوب مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله آملی لاریجانی بودم، در منزل ایشان توسط گروه 50 نفره که موجب درگیری با نیروهای حفاظتی حضرت آیت الله آملی لاریجانی شد بازداشت شدم و در ساعت 3:30 شب توسط بازپرس رسیدگی کننده پرونده که در آن شب در بند 2 بازداشتگاه منتظر بود تفهیم اتهام شدم. تنها گناه این جانب این است که 20 سال خدمت صادقانه در قوه قضاییه، مدیری لایق، توانمند و پاکدست بودم که در پایان هر دوره ریاست قوه قضاییه حسابرسی دقیق توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حسب دستور مرحوم هست آیت الله هاشمی شاهرودی و هست آیت الله لاریجانی و عملکرد 20 ساله به محض ورود حجت الاسلام دکتر رئیسی صورت گرفته که امین روسپیدی از کار درآمدم و به عنوان مدیر نمونه اجرایی کشور معرفی شدم. این نامه تکرار نکاتی از دفاعیه اکبر طبری است. احتمالاً اینجوری دفاعیش منتشر نشد در پرونده و در رسانه‌های جمهوری اسلامی و توسط دستگاه قضایی. احتمالاً اینجوری طبری خواسته دست کم بخش‌هایی از دفاعیش منتشر بشه، انتشار علنی پیدا کنه. که بخشای از اون ورشته تو این نامه نوشته و فرستاده برای شرق، یه تیکش رو براتون خونم. دفاعیه اکبر طبری 19 صفحه است که عرض کردم اصلا و ابدا تو خبرهای مربوط به پرونده ازش حرفی نیست. وبسایت ایران وایر نوشته است این دفاعیه را طبری 14 مرداد 99 در 14 جلسه تسلیم دادگاه کرد. ایران وایر به نسخه ای از این دفاعیه دست یافته که حاوی نکات قابل توجهی است. صفحه 13 دفاعیه طبری توصیف روشن جنگ قدرت در یک ساختار مافیایی است. این درست میگه ایران وایر، بسیار درست میگه و چه کار مهمی کرده که به این نسخه دفاعیه دست پیدا کرده و منتشرش کرده، حالا که حالا مورد استفاده ماست در این برنامه، که خیلی نکات مهمی داره این دفاعیه 19 صفحه‌ای که جمهوری اسلامی خودش و دستگاه قضایی عدل اسلامی خودش منتشرش نکرده. صفحه 13ش واقعا عرض میکنم توصیف یک
جنگ مافیایی در یک ساختار مافیایی است. کسی که 20 سال معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه مملکت بوده، در عرض 5 روز یا 7 روز بعد از شکایت قضایی میریزن میگیرنش به اسم رشوه گرفتن و نفوذ در پرونده های قضایی. اصل اتهام اینه. تو خونه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامشون، حال بقیه‌اش رو گوش بدین، صفحه 13 دفاعیه، چه ضرورت میگه در حالی که چه ضرورت و فوریت داشت که برای بازداشت این جناب حتی برای یک ساعت تأخیر و تحمل نکردند، و در حالی که مهمان منزل رئیس سابق دستگاه قضا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و منصوبین مقام معظم رهبری بودم و در خارج از حوزه قضایی، یعنی در لاریجان شهرستان آمل بودم، از طریق براه انداختن کاروان نیروهای امنیتی 50 نفره با انواع و اقسام دوربین ها و عکس برداری ها این جانب را بازداشت کرده اید. آیا یک انسان عاقل نمی فهمد که این حرکت قبیح و غیرقانونی شما جز وهن و بیحرمتی به میزبان و پیام سیاسی و تلاش برای حذف و تخریب شخصیت سیاسی و اجتماعی و قضایی رئیس سابق دستگاه قضا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی صادق لاریجانی، و انتخاب این جانب به عنوان قربانی این سناریو یه از قبل برنامه ریزی شده چیز دیگری میتواند باشد؟ اکبر طبری رو چرا اینجوری هول هولکی بعد از 20 سال به قول خودش خدمت صادقانه میگیرن؟ مگه در 20 سال گذشته بجز 3 سالی که رئیسی شد متولی آستان قدس رضوی، همه سالهایی که اکبر طبری معاون اجرایی مسئول امور مالی قوه قضاییه بود، ابراهیم رئیسی یا رئیس بازرسی کل کشور بود یا معاون اول قوه قضاییه بود یا دادستان، اجرایی هم در همه این سالها دادستان و معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه و وزیر اطلاعات بوده. اونم نفهمیده بود که معاون اجرایی قوه قضاییه 20 سال داشته شبکه فساد رو اداره می‌کرده توی قوه قضاییه که حالا تو دادگاه بهش میگن. در جواب همین سوال آقای اجایی میگه جرم اکبر طبری برای من و رئیس قوه قضاییه و مدیران قوه قضاییه محرز نشده بود. خب شما چه کاره بودین پس؟ تخلفات اکبر طبری برای آیت الله لاریجانی و بسیاری از مدیران و مسئولان قوه قضاییه محرز نشد، به همین دلیل تعقیب قضایی برای او در نظر گرفته نشد، حتی چه قبل و چه بعد از بازداشت اکبر طبری. صادق لاریجانی از او علناً حمایت میکنه. ششم تیر 98. برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست، این مال توضیحات دفتر آمولی لاریجانی ها، برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست، یعنی همین اکبر طبری، قبلا در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضاییه پیشین هم، یعنی صادق لاریجانی، خود مستقلا آنها را بررسی و خلاف بودن آنها را برای وی و خلاف بودن آنها برای وی محرز شده بود. مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند، چرا در طول 10 سال آنها را با رئیس قوه قضاییه در میان نگذاشتند؟ خب این سوال ساده رو هر عقل ساده میفهمه. درست میگه. رئیسی و اشعی و اسماعیلی تو تمام این سالها کجا بودن؟ میگه آقا اگه از من ماسخوری داری منم دارم، از من امتیاز میگیری منم دارم یقت رو میگیرم. خب با این حرفا و بعد از بازداشت اکبر طبری معاون مالی و اجرایی صادق لاریجانی، ساده لوحانه میشد فکر کرد که مبارزه با فساد ریشه ای شروع شده و رهبر معظم رئیسی رو آورده تا این ریشه رو بخشکونه، فارغ از زمین خاری برادران لاریجانی، خصوصا صادق و معاون امور بین المللش ممجواد که بارها و بارها برنامه داشتیم با اسنادش دیدین. خود بازداشت طبری و دفاع صادق لاریجانی از او باز هم خوشحالی رو در بین ساده لوحان طرفدار رهبر معظم که میترسیدن، صریح بگم که یه وقت صادق لاریجانی که خیز برداشته شاید برای رهبر شدن، احیانا رهبر رو تضعیف بکنه. این اشاره‌ای که داره میکنه اکبر طبری که میگه برای ضربه زدن به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برنامه ریزی از قبل و بعد منو قربانی کردن این وسط برای اینکه رئیسمو بزنم فلان، در واقع داره همین دقیقاً همین نکته رو میگه. خب
یه سال بعد هفتم تیر 99 منتها خامنه‌ای میاد فرمان ایست میده به کسایی که میخواستن دامنه فساد در قوه قضاییه رو افشا کنن و همینجوری داشتن میرفتن جلو و صادق لاریجانی هم زیر مشت و لگد گرفته بود. همین حرکتی که الان در بحمدالله به این خوبی در قوه قضاییه خودش رو داره نشان میده حرکت مبارزه با فساد، خب زمان جناب آقای آملی این حرکت شروع شد، یعنی ایشون شروع کننده این حرکت بودن هم در داخل قوه قضاییه و هم در بیرون قوه قضاییه. اینها نبایستی از نظر دور باشه. دادگاه طبری 15 جلسه بود از 18 خرداد تا 21 مرداد 99. بخش های کوتاه گزینشی از دادگاه منتشر شد، اسمش هم گذاشتن دادگاه علنی. 23 ماشون همین بخش های گزینشی یکی دو دقیقه نشون میداد دیگه، میدیدین. خب 22 شهریور 99 حکم اکبر طبری اعلام شد. در عناوین اتهامی که به اثبات رسیده تشکیل شبکه چند نفری ارتشا با وصف سردستگی و اخذ رشوه های متعدد که بابت این عنوان اتهامی جناب آقای اکبر طبری محکوم شده است به 31 سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و همچنین بیش از 430 میلیارد ریال جزای نقدی. با اعلام این نکته که اولا این رأی هنوز غیر قطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور، انشالله بعد از تصمیم گیری دیوان عالی کشور توضیحات بیشتری را خواهم داد. انشالله چجوری داره دیوان عالی کشور بررسی میکنه؟ برای اینکه هیچی مطلقا هیچی لو نره، یعنی بشه این بازی رو کنترل شده به طور مطلق جلو برد. چجوری حتی رسیدگی به فرجام خواهی حکم قایمکی انجام میدن؟ اگه اصلا رسیدگی در کار باشد و پرونده با حکم صادر شده از بالا تو کشو نرفته باشه. 9 آذر 99 محمد علی داداشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری موکلش اظهار داشت: پس از یک ماه پیگیری اطلاع یافتیم رسیدگی به فرجام خواهی موکل به صورت محرمانه در دیوان عالی در حال انجام است و از اعلام شعبه رسیدگی کننده هم امتناع می کنند. خیلی جالبه، همه کسایی که محاکمشون غیر علنی برگزار میشه داد میزنن که باید علنی باشه، همه. یعنی ببینین این نشون میده دستگاه عدل اسلامی در جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه چقدر عادله. یعنی به جای اینکه اصل بر براءت باشه و بخوان ثابت بکنن که یک نفر مجرمه، اصل بر مجرم بودنه و طرف داد میزنه آقا دادگاه من علنی برگزار کنین تا من ثابت کنم که مجرم نیستم. متهمین سیاسی و روزنامه‌نگارا و کسایی که به دلیل نوشته یا سخنی محاکمه میشن، اونا کاملا قابل فهمه که چرا میخوان دادگاهشون علنی باشه، ولی متهمان اقتصادی که معمولا دمکلفتاشون از داخل حکومتن، اینا دیگه چرا معترضن که دادگاهشون علنی برگزار نمیشه؟ اکبر طبری میگوید ممانعت و نگرانی تو دفاعیش، ممانعت و نگرانی شاکی عمومی و دادگاه محترم از برگزار نشدن علنی جلسات رسیدگی دادگاه و جلوگیری از ورود رسانه‌ها و حقوقدانان و سایرین به صندلی‌های خالی سالن دادگاه، بایکوت و سانسور شدید از انعکاس دفاعیات این جانب و وکیلم به خارج از سالن دادگاه و برعکس پوشش خبری گسترده به اظهارات مغرضانه و غیرقانونی نماینده دادستان که با هدف تبلیغاتی و عوام فریبی و تحریک مردم مطرح شده بود، خصوصا جعل قول و انعکاس وارونه از همون چند کلمه از دفاعیات این جانب و فلان و اینا، جملگی
از مصادیق بارز نقض بی‌طرفی دادگاه محترم و دلالت بر هماهنگی و موازعه قبلی بین دادگاه و نماینده دادستان در جلوگیری از انتشار دفاعیات این جانب و وکیلم برای بسترسازی و فراهم ساختن صدور رأی غیرقانونی و ناعادلانه دارد. چرا معترضه و چرا دستگاه قضایی و کسایی که محاکمش میکنن نخواستن علنی باشه؟ چون همه این محاکم‌ها از جمله محاکمه اکبر طبری اگر علنی باشد دست آدم‌های دیگری بسا در رأس قدرت رو میشه و نباید بشه. عرض کردم مافیا افرادش قربانی میکنه برای حفظ خودش و اگر علنی هم ندرتن این دادگاه را علنی بکنن، به محض اینکه جلسه دادگاه به جایی میره که متهم بخواد آدمای رأس قدرت رو لو بده، فوری میکشن طرف. و مهرگان امیر خسروی نمونش بود دیگه. اساس این محاکمه ها به دو دلیله. دلیل شخصی، باور کنین، یکی دو نمونه حالا میبینین، دلیل شخصی و دلیل مبتنی بر مصلحت سیاسی. عدل اسلامی رو ببینین، کسی نمیدونه دلیل اختلاف شخصی اکبر طبری به عنوان رئیس دفتر صادق لاریجانی با ابراهیم رئیسی به عنوان معاون اول اون موقع یا معاون دادستان یا دادستان چه بوده. اما بگم همه میدونن، به هر حال خیلی ها در کاخ دادگستری میدانند که وقتی لاریجانی شد رئیس قوه قضاییه و قدرت اکبر طبری بیشتر شد، یعنی شد مسئول امور مالی هم شد، معاون امور مالی هم شد، افزون بر معاونت اجرایی که در واقع رسیدگی به محل کار افراد ارشد قوه قضاییه اصلا مستقیم مربوط به او بود، اکبر طبری حوزه اختیارات ابراهیم رئیسی رو محدود میکنه، حتی محل کارش رو عوض کرد و منتقلش کرد به یه اتاق کار معمولی کوچیک که اصلا در شأن اون موقعیت و مقام قضایی نبود، یعنی معاون اول قوه قضاییه. اینکه چشون بود این دوتا من نمیدونم، ولی اینکه سایه همو با تیر میزدن همه میدونن تو کاخ دادگستری. برای همین وقتی آقا شد رئیس قوه قضاییه، هفته بعد دستور داد بریزن به اون شکلی که توضیح داد بگیرن آقای اکبر طبری رو. در بند 3 دفاعیاتش طبری به وضوح از خیز برداشتن ابراهیم رئیسی برای رسیدن به مقام رهبری جمهوری اسلامی میگه، فقط اسم رئیسی رو نمیگه، ولی اینقدر واضحه که هر ذهن ساده ای میفهمه. واقعا بله، نوشته از تبلیغات گسترده تخریبی و یک طرفه و وارونه طی یک سال گذشته از وقتی یعنی تو شدی رئیس قوه قضاییه، به ویژه در جریان رسیدگی دادگاه، همگی بیانگر این واقعیت تلخ و تأسف آور از برنامه و سناریو از قبل طراحی شده و هدفمند شاکی عمومی برای اشخاص سیاسی پشت پرده در پرونده سازی و اتهام زدنهای واهی و بیپای و اساس علیه این جانب است که شاکی عمومی و آن اشخاص پشت پرده تحت پوشش شعار زیبای مبارزه با فساد برای فریب مردم و برای اینکه خود را محبوب قلب مردم جا بزنند تا به اهداف سیاسی مورد نظر خود که همانا چنگ یافتن به قدرت حاکمیتی باشد در جامعه نائل شوند. آنگاه این جانب را به عنوان قربانی و ابزار این سناریوی قبیح خود انتخاب نمودند. خب روشن است که روشنه دیگه، من دیگه توضیح نمیدم. طبق گفته اکبر طبری در دفاعیش وکلای پرونده حتی به پرونده دسترسی نداشتند. در آخر همین صفحه میگه اینو به صراحت، میگه من ببینم کجاست این که به صراحت میگوید، هشتم، بند هشتم که دارین میبینین، طی یک سال گذشته که در بازداشت هستم فقط در 4 نوبت از این جانب تحقیق مختصر شده که آن هم بدون حضور وکلای این جانب بوده، که اگرچه چون آقایان میخواستن پرونده سازی رو به خوبی انجام دهن، از ابتدا تا انتهای کار در دادسرا قرار مغرضانه و نامتناسب و بلاجهت عدم دسترسی وکلا به پرونده را صادر کردند
ولی همین قرار عدم دسترسی به پرونده دلیل بر عدم دسترسی متهم به وکیل نبوده، ولی زود دعوت نکردن از وکلا برای جلسه تحقیق از متهم فلان. خب ببینید، در پایان همین صفحه هم نوشته حتی که بازپرس به دروغ گزارش کرده که نشستا با متهم همراه با وکیل بوده، که الان سریع خوندم، فرصت نیست من همه جزئیات رو بخونم براتون، تا اونجا که دستتون بیاد اشاره میکنم میخونم دیگه و تیکه تیکش رو نشون میدن دوستان. اصل حرف طبری این است که این دادگاه فرمایشی است و تصمیم گیری در بالا و خارج از دادگاه صورت گرفته به دلایل دیگر و پیشاپیش تصمیم ها گرفته شده. برای نمونه میگه تبعات و آثار آنگونه که تجربه و روزگار ثابت کرده، ایشان یعنی همینایی که پشت پرده هستن و دارن منو محاکمه میکنن، که اکنون مستحضر به پشتیبانی و حمایت بیدریق مقامات پشت پرده این پرونده سازی ناروا و تحت حمایت یک طرفه رسانه ها هستند، روزی به جای من محاکمه خواهند شد. امیدوارم همه تون محاکمه بشین، نه این به جای اون. طبری میگوید کیفر خواست علیه من و قاضی تنظیم کرده که با من مشکل شخصی داشته، این یه مشکل شخصی دیگه که عرض کردم، و همون کیفر خواستو که آقای قهرمانی نماینده دادستان تو دادگاه میخونه و ازش دفاع میکنه، همونو اون آقای بازپرسی که با من مشکل شخصی داشته تنظیم کرده. اسمش محمد رضا صاحبی پسندیده است، سرپرست دادسرای پولی و بانکی بوده این آدم. طبری میگه 14 سال این آدم توی خونه سازمانی نشست که میباز فقط 3 سال محل زندگی این آقا می بود و من طبری معاون اجرایی قوه قضاییه بنا به وظیفه‌ام خواستم بیرونش کنم، نرفت، ازش شکایت کردم، اونم شد دشمن من، حالا داره ازم انتقام میگیره. باورتون میشه؟ یکی از شاهدان شاید در پیوند با پرونده اکبر طبری گفته اکبر طبری در روند کار من بازپرس، این یکی دیگه است، روی پرونده معینی دخالت کرده چون حتما رشوه گرفته بوده. بازپرس فراهانی است این آقا. طبری میگه این افترا است و از جمله خواستایی که برای افترا بودن این اتهام، اثبات افترا بودن این اتهام دارد، این است که برین یقه محسنی اژه‌ای و اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه رو بگیرین، اژه‌ای معاون اولو، تا حقیقت روشن بشه. در صفحه 10 دفاعیه طبری میگوید فراهانی در دادسرای امنیت در آن سالها مستقیما زیر نظر جناب آقای ایجی معاون اول محترم قوه قضاییه فعالیت داشته و اگر بر فرض کسی مثل این جانب نزد ایشان یا در آن دادسرای امنیتی اعمال نفوذ یا مداخله کرده باشد، آقای ایجی بایستی بهتر از همه بدانند. پس چرا دادسرا یا دادگاه از جناب آقای ایجی استعلام یا سوال یا تحقیق نمی کنند؟ بعد در صفحه 16 دفاعیه در محکوم کردن اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه حرفایی میزنه که میگه اگه قرار باشد رابطه صمیمی و تنگاتنگ و خانوادگی و قراردادی 35 ساله این جانب با آقای حسن نجفی که حالا توضیحش رو خواهم داد دلیل توجه اتهام باشد، پس به احتمال زیاد یا دلیل توجیه اتهام، پس به احتمال زیاد باید گفت که آقای غلام حسین اسماعیلی سخنگوی فعلی قوه قضاییه و رئیس کل وقت دادگستری استان تهران و تنها مقام مسئول قضایی که مستقیما برابر ابلاغیه مورخ 12/8/95 با امضای خودش در ذیل آن بخشنامه و ابلاغیه خود را تنها مقام قضایی مسئول در قضیه زمین‌های کلاک معرفی کرده و به عنوان دوست صمیمی و بچه محل و همشهری قاضی منصوری بانی انتقال قاضی منصوری از مشهد به تهران و معرف قاضی منصوری در دادن سمت‌های قضایی و خصوصا انتخاب ایشان به عنوان قاضی ویژه اجرای احکام زمین‌های کلاک لواسان بوده است، اکنون باید به عنوان متهم ردیف اول این پرونده در کنار این جانب قرار گرفته باشد. رابطه اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا و قاضی منصوری که گفتن در رومانی تا
خودکشی کرد فلان. حالا میرسیم بهش. هیچ وقت توی دادگاه مطرح نشد رابطه اسماعیلی و منصوری. نمیتونست بشه. کسایی که پشت پرده دادگاه های نمایشیان که نمیشه یقه خودشونو بگیرن تو دادگاه. صفحه هفتم دفاعیه اکبر طبری، اعتراض به احضار نکردن غلام حسین اسماعیلی است که الان سخنگوی قوه قضاییه است و اون موقع رئیس دادگستری تهران بود. به گفته طبری غلام حسین اسماعیلی رفیق گرما به گلستان قاضی منصوری بوده و سر پرونده زمینخواری کلاک لواسون هم که قاضی منصوری متهم شده بود به 650 هزار یورو رشوه تو همین پرونده با غلام حسین اسماعیلی هم دست بوده. قاضی منصوری مرده شده، مونده غلام حسین اسماعیلی که با محسنی اژه‌ای پشت عبای ابراهیم رئیسی الان همه کارهای دستگاه قضا. حالا اگه فرصت بشه به قاضی منصوری خواهیم پرداخت، ولی بذارین اول بریم سراغ پرونده کلاک که ما رو وصل میکنه به بیت امام خامنه‌ای. بیشتر مسائلی که در پرونده اکبر طبری و همدستاش مطرح شده مربوط به سالهای 82 تا 92. خیلی جالبه، مال همین دیروز پیروز نیست، یعنی هم در دوره هاشم شاهرودی هم در دوره صادق لاریجانی، یعنی 10 سالی که ابراهیم رئیسی رئیس بازرسی کل کشور بود و معاون اول قوه قضاییه. سال 73 تا 83 رئیسی رئیس بازرسی کل کشور بود. سال 83 تا 93 رئیسی معاون اول قوه قضاییه بود. بعدم شد دادستان کل کشور و بعدم رفت مشهد و این داستان. حالا اومده داره اینجوری چیز میکنه. یکی از کسایی که این ماجرای کلاک و رسانه‌ای کرد و وصل بودنش به بیت رهبر معظم مهدی صدر ساداتی بود. یه چیزی درباره زمین‌خواری‌های لواسون و منطقه کلاک نوشت تو اینستاگرام که به نقل از وکیل شهردار وقت لواسان نوشت گفته شده است که دفتر بازرسی رهبری از شهردار لواسون خواسته به حکم دادگاه که در آن به نفع مالکان حکم صادر شده اعتراض نکنند. توضیح میدم الان. پیشاپیش عرض کنم که میخواستن مهدی صدر ساداتی که اینو لو داده بود خودش و خانوادهش رو محو کنن از کره زمین. یه مدت اینا مخفی شدن. سر و صدا هم خیلی شد تو رسانه ها و اینا، شاید در جریان باشین. و بعدم ساکت شدن. یعنی قضیه اینقدر مهمه. یعنی مهدی صدر ساداتی هم به پست داد تو اینستاگرامش که آقا من دیگه نیستم فعلا. اینقدر قضیه مهمه براشون. موضوع از 17 سال پیش شروع میشه. اسفند 82. اسفند 82 در توافقی بین شهرداری و مالکان زمینی به اندازه 1,000,000 متر مربع در لواسان موسوم به زمین‌های کلاک که از ستاد فرمان اجرایی حضرت امام خریداری شده است، وارد محدوده شهر لواسان شده و کاربری آن از کشاورزی به مسکونی تغییر داده شده و مجوز تفکیک به قطعات 2000 متری برای آن صادر می شود. یوسف علی درون پرور معاون عمرانی استاندار وقت تهران، استاندار وقت تهران دانشجو بود، دانشجوی احمدی نژاد، فرهاد دانشجو. یوسف علی درون پرور معاون عمرانی استاندار وقت تهران و یکی از محکومین پرونده بیمه ایران که به جرم ارتشا و اختلاس به 11 سال حبس انفصال دائم از خدمات دولتی رد مال و جزای نقدی محکوم شده بود، درباره این پرونده، پرونده کلاک که در جلسات دادگاه گفت ریاست کمیسیون مربوطه با استاندار بوده، یعنی با کامران دانشجو بوده، نه من که در اینجا محاکمه می شدم. به این یقه اونو بگیرین، یقه این ریزا رو می گیرن همیشه. سال 85 استاندار تهران کامران دانشجو است و استاندار و قائم مقام شورای شهر لواسون و مستقیم در کارها دخالت میکنه، در کاری که در لواسان میگذره. در اون تا اینجا مدیریت کامران دانشجو، استاندار تهران و معاون عمرانیش یوسف علی درون پرور که به خاطر پرونده کلاک بعدها محاکمه هم شد، توافق کلاک یک قدم جلو میره و وارد فاز اجرایی میشه. در اون پرور محاکمه میشه ولی دانشجو نمیشه. دانشجو میشه وزیر کشور، انتخابات برگزار میکنه.
بعد در ادامه من بکش تو بکش زمینای کلاک، شهردار که اون موقع یعقوب نژاد بود، همین آقایی که الان عکسش رو دیدین در کنار میلاد گودرزی که حالا باز خواهید دید، طبق گفته خودش نمیذاره کار ساخت و ساز پیش بره. دادگاه حکم میده که شهرداری بی خودی داره جلو کارو میگیره. ناطق نوری میاد وسط. شما محکوم شدید. ما محکوم شدیم. خب ظرف 20 روز ما باید برای تجدید نظر اعتراض میکردیم. ما دستور اعتراض هم داده بودیم به همکاران زیر مجموعه که اعتراض بشه بدن. شهرداری محکوم میشه. بعد به شهرداری توصیه میکنن که حق اعتراض نداری. و شهرداری هم اعتراض نمیکنه. اعتراض نمیکنه شهرداری. بعد حلال مشکل در این زمینه به دلیل رابطه فامیلی آقای ناطق نوری رئیس بازرسی بیت رهبر معظم است. قد داره رو میکشه از تو زورخونه، میگه برین زورخونه چیه میدونید، میگه برین کنار من خودم حلش میکنم. تو این فاصله دفتر بازرسی دفتر آقا مالکین مثل که رفته بودن اونجا به عنوان شکایت از در واقع موضوع ابلاغ در واقع به ما اعلام شد که رئیس شورشر و من برای ادای توضیحات بریم اونجا. خب رفتیم اونجا، مالکین هم تشکر داشتن، صورت جلسه ای تنظیم شد، به شهرداری ابلاغ کردن که با توجه به اینکه حکم دادگاه و موضوعات انجام شده دیگه اعتراض به ونگ نشه و شهرداری پروانه ساختمانی رو بده و رسیدیم به این نقطه. شما اونجا اعتراضی نکردین که خب ما قبول نداریم این رأی دادگاه رو، می‌خوایم اعتراض بکنیم، دستورش هم دادیم. آره دست این صحبت‌ها شد، ولی خب تأکید بر این شد که ببینید قبول نداشتن تو مقطع زمانی یک بحث این بود که علی اکبر ناطق نوری که به واسطه حوزه علمیه امام حسن مجتبی لواسان سالهاست اسمش با این منطقه گره خورده، دارای نسبت دور فامیلی با خانواده نجفی مالکان کلاک که با این صورت جلسه و ممانعت از اعتراض شهرداری ماجرای این شهرک پرحاشیه رو یک گام دیگه به جلو میبره. اکبر طبری در صفحه ششم دفاعیش اعتراض میکنه که چرا دادگاه یقه اون عضو دفتر رهبری رو نمیگیری که همه زمین خاری کلاک به او مربوطه، یعنی علی اکبر ناطق نوری. ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبر معظم بود. تو اون ملاقات که الان صحبتش شد در این فیلم ویدیویی که دیدین، ناطق نوری بهشون میگه حق اعتراض ندارین، کلاک باید ساخته بشه. 250 واحد. چرا باید ساخته بشه؟ چون یکی از مالکان زمین، در واقع مالک پس، یعنی کسی که به اسمش اون زمین رو به اسمش کردن فامیلشه. بعد همون حسن نجفی. بعد شهردار عوض میشه، میشه حمید یعقوب نژاد در فروردین 87 که میخواد جلوشو بگیره. سال 88 رئیس قوه قضاییه میشود شیخ صادق لاریجانی. دخالت میکنه میگه 250 واحد نه، حالا بیایم با هم مصالحه کنیم 62 واحد 2000 متری و 3000 متری ساخته بشه که بخش اعظمش عرض کردم به اسم حسن نجفی فامیل ناطق نوریست. خب یه هیئتی رو رئیس قوه قضاییه محترم چی کردن؟ رسیدگی کردن به این رأی، گفتن رأی در چارچوب مقررات و شرع و قانون و اینها صادر شده و در چارچوب قوانین درسته و رأی دوباره یه مهر تایید از بالاترین مرجع قضایی روش زده شد. نه اینکه این تنها رانت رئیس بازرسی دفتر رهبر معظم و رئیس قوه قضاییش به حسن نجفی باشه، سال 88 صادق لاریجانی تازه رئیس دستگاه قضا شده بود و ابراهیم رئیسی هم معاون اول قوه قضاییه بود. پتروشیمی باختر واگذار می شود به مثلا بخش خصوصی. البته بخش خصوصی یعنی یک شرکت یا خانواده خاص که از طریق زنجیره از افراد بانفوذ با پرداخت 130 میلیارد تومان سهامدار عمده پتروشیمی شده است، در حالی که به گفته جلال محمودزاده نماینده مجلس پتروشیمی باختر در اون مقطع 7000 میلیارد تومان ارزش داشته است. این خانواده خاص چه کسانی هستند؟ صحبت از حسن نجفی و برادران اوست. نجفی البته مدت هاست متواری شده و اطلاعی از او در دست نیست. حسن نجفی فامیل ناطق که کلی زمینای لواسون صاحب شده به گفته اکبر طبری تو دادگاه با رسول دانیالزاده و مصطفی نیازآذری با هم انقدر نزدیک بودن که هر کاری واسه هم دیگه میکردن. مثل برادر بودیم. حسن این هشت من خوبه که 800 میلیارد میخوام میده
من ازش میخوام کل لواسه من بنام من بکن میکنه، بگم کارخونه بنام من بکن میکنه. چرا؟ میکنه، دوستیه، رفاقته. اینو باید به حساب بلاهت این آدم گذاشت یا لاتبازی در محضر دادگاه عدل اسلامی. این آدم چجوری 20 سال معاون اجرایی و مالی رئیس قوه قضاییه بوده که هنوز نمیداند که کل لواسون یا هر جای دیگه این مملکت مگه ارث بابای حسن نجفی فامیل ناطق نوری یا هر دوز سرگردنه دیگه است که اگه تو بخوای به اسمت میکنه یا هر کی دیگه بخواد به اسمش میکنه؟ کیا که من واقعا توی این مملکت بر این خاک میخواستم همه لواسون رو به اسمم میکنم. ببینین، با شورش و اعتراضات سراسری مردم علیه حکومت فاسد و برای نان که دیماه 96 شروع شد در واقع و سال 97 و 98 با همون شعارهای ضد حکومتی و نه به گرانی ادامه پیدا کرد، رهبر جمهوری اسلامی علم مبارزه ریشه‌ای با فساد رو مثلا بلند کرد، باید کاری میکردن. مهمترین نتیجه تبلیغاتی اون علم بلند کردن رهبر محاکمه اکبر طبری و چند تا خوردریز دیگه بود، خوردریز که میگن نسبت به رؤسای سه قوه و مقام عظمای ولایت. از دل همون دادگاه بود که یه تصمیمات جزئی گرفته شد تا نشون داده شود که مبارزه با فساد قوه قضاییه و رهبرش جدی است. از جمله آمدن درباره همین زمینای کلاک 29 بهمن 98 غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه که خودش در اونجا دست داشته میاد میگه حکم قبلی درباره کلاک که ناطق نوری صادق لاریجانی پشتش بودن چون مبتنی بر مستندات غلط بوده لغو شده. خودش بشنوید. البته در اون منطقه افرادی در حوزه شورای شهر و شهرداری هم اخیراً تحت تعقیب قرار گرفتن. کیا بازداشت شدن؟ علی حیدریان که سال 96 شهردار لواسون شده بود و دو عضو شورای شهر لواسون، علی شیرخانی، مهدی شیخی. اگه اینا اوامر بالا رو اجرا نکردن، قدرتی نداشتن که بتونن این کار رو بکنن. پس ناطق نوری چی شد؟ رهبر معظم ازش خواهش کردن که ریاست بازرسی دفترشون برن تو همون مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سال 79 عضوشن و دوران مصلحت نظام اونجا تشخیص میدن، برن همونجا به کارشون ادامه بدن. همین آبروی روحانیت در حکومت فقیهان نباید بره. قطعا مصلحت نظام مقدس ایجاب میکند که کسی بهش کاری نداشته باشه، نه به اون نه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شیخ صادق لاریجان. هفته پیش اعلام شد که کیومرس، بزنین قبل از این بپردازم به محمد جواد رشیدی با نام مستعار علی یداللهی، ایشون بله، رئیس سابق اداره امنیت حفاظت قوه قضاییه و رئیس فعلی حفاظت شوراهای حل اختلاف، دستگیر شد به اتهام اخذ رشوه در پرونده طبری از نیاز آذری. نیاز آذری که یه پدر و پسرن و یه پسرمو، پدر اسمش کیومرس نیاز آذری است. 7 آذر 99 کیومرس نیاز آذری مدیر کل اسبق اطلاعات مازندران به اتهام مشارکت در قاچاق حدود 2 تن طلا دستگیر شد. کیومرس نیاز آذری از زمان تأسیس وزارت اطلاعات تا سال 85 ریاست اداره کل اطلاعات استان مازندران را بر عهده داشته. وی پس از بازنشستگی در سال 85 تقریبا به مدت 10 سال رئیس دانشگاه آزاد مازندران بوده. نام برده پدر متهم مصطفی نیاز آذری است که پس از دستگیری اکبر طبری به کانادا فرار کرد. کیومرس نیاز آذری بابا است. کیومرس قبل از انقلاب به دنیا اومده، اسمش طاغوتیه. کیومرس نه، من بهش میگن هاچ کیومرس، چی جوری میگن. تو جمهوری اسلامی صاحب یه پسر میشه، اسمشو میذاره مصطفی. فرصت طلبی در اسما هم خیلی راحت میشه دیدها. مصطفی نیاز آذری که اصلا به شکل و قیافش هم نمیاد مصطفی، این بیشتر به کیومرس میاد. این مصطفی نیاز آذری همون است که فراری است و الان در کانادا است. پسرموی کیومرس حسین نیاز آذری، ایشون نماینده 2 دوره مجلس شورای اسلامی دوره 9 و 10. حاج حسین فرماندار بابل در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی بود.
یکی از متهمان کلان اقتصادی که پروندهش با اعمال و نفوذ اکبر طبری بسته شد، مصطفی نیاز آذری، فرزند کیومرث است که به طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او با تشکیل 10 شرکت سوری در داخل و خارج کشور، با نفوذ در بستر قضایی بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارش‌های سوری اقدام به خروج ارز از کشور کرده و با اموال نامشروع زیادی فلان به دست آورده. فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب 15,000 متر زمین و 3 طبقه ویلای لوکس با ارزش 420 میلیارد ریال در بابل سر است. مصطفی نیاز آذری متهم ردیف پنجم پرونده طبری است که پس از دستگیری از کشور خارج شد. او همان جعبه سیاه پرونده طبری است که اکنون در بهترین نقطه ونکوور کانادا خانه‌ای با ارزش 10 میلیون دلار خریداری کرده و کلکسیونی از بهترین موتورها و اتومبیل‌ها را در پارکینگ خانه خود جا داده است. به اینا کسی کاری نداره، اما کسی که بخواد مشت اینا رو بکنه سرش رو زیر آب میکنن، به ویژه اگر ببینه که هم دستاش دارن بهش خیانت میکنن. یکی از متهمای پرونده اکبر طبری قاضی غلام حسین منصوری بود. خبر مرگش رو در بخارست رومانی 3 خرداد 99 اعلام کردن. مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس 9 تیر در گفتگو با خبرگزاری آنا گفت ابعاد پرونده قتل قاضی منصوری هنوز مبهم است و گمانه‌های زیادی در این خصوص مطرح است. یکی از گمانه‌های مطرح درباره قتل قاضی منصوری وجود باند مخوف فعال در قوه قضاییه برای حذف فردی است که ممکن است حاوی مطالبی باشد. قاضی منصوری متهم به گرفتن 500 یا 650 هزار یورو، هر دوشو گفتن تو اون دادگاه مسخره، در پرونده محاکمه اکبر طبری بود. یه ویدیو قبل از مرگش منتشر کرد، گفت من فراری نیستم و حرفای زیادی دارم که با آمدنم به دادگاه مطرح میکنم. برادر غلامرضا منصوری، غلام حسین منصوری یا غلامرضا منصوری ببخشید، برادرش با همون قاضی منصوری، با اشاره به گزارش دادستانی رومانی مبنی بر خودکشی قاضی منصوری در هتل دوک بخارست گفت رومانی تا به امروز 3 نظر درباره مرحوم منصوری اعلام کرده. در همون روزی که این حادثه صورت گرفت عنوان کردن که خودکشی است، اما 2 روز بعد گفتن کالبد شکافی کردیم و نظر خودکشی را رد کردن و گفتن که قتلی شتاب زده همراه با خشونت بوده، او امکان نداره خودکشی کرده باشد. نمونه های این حذف آدم هایی توی پرونده های مافیای اقتصادی حاکم کم نبوده. به سرعت 2-3 نمونه رو خدمتتون عرض میکنم. حمید حاجیان وکیل سابق حسین هدایتی 7 اردیبهشت 98 کشته شد. دوربینای محل قتل پیشاپیش از کار افتاده بوده، هیچ سرنخی پیدا نشد، تمام پرونده بسته شد. سیامک مدیر خراسانی که خودش تا همین اواخر قاضی سرشناس پرونده های اقتصادی بوده، بعد از کشته شدن حمید حاجیان شد وکیل حسین هدایتی و به خبرگزاری سپاه هم گفت اصلا قتل حاجیان ارتباطی با پرونده موکل من حسین هدایتی ندارد. حسین هدایتی معروف به ابر بدهکار بانکی در پرونده بانک سرمایه با وکیلش حمید حاجیان اینطوری که خود حسین هدایتی میگه اختلاف پیدا میکنه. حسین هدایتی برکنارش میکنه، سیامک مدیر خراسانی گفتم میشه وکیلش. توی دادگاه حسین هدایتی میگه وکیل سابقم حمید حاجیان 5 میلیارد تومان پول منو خورد و چند روز بعد حمید حاجیان جنازه‌اش پیدا شد. توی پرونده دیگه قتل دیگه، نزدیک 1 سال بعد از اینکه همکار بانکدار بابک زنجانی در مالزی به قتل میرسه، خبرش در ایران اعلام میشه. 1 سال بعد این ترور 7 ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی انجام شد. در پرونده بابک زنجانی تأسیس بانک‌های سوری در مالزی برای دور زدن تحریم‌ها رو در حقیقت برای سرکیسه کردن جمهوری اسلامی مطرح است. بانک دوزی چلون دیگه، بانک اسلامی ایران و مالزی که در واقع با اسم اون بانک کار پولشویی برای جمهوری اسلامی و برای شخص بابک زنجانی انجام می‌شده، یکی اینا بود. 27 شهریور 93 علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت که یک فرد ایرانی بحرینی که همکار بابک زنجانی بوده، پس از برملا شدن مسائل مالی بابک زنجانی در یک حادثه مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونیش در کوالالامپور ترور شده است. ترور 7 مرداد 92 اتفاق افتاده بود. اونو که بردنش زندان و اینا خواستن یه چیزایی شروع کنن اومدن اعلام کردن و اینا اصلا نمیگفتن. او در مقتول در بحرین به حسین نژادی مشهور بود. وی تأسیس بانک آمریکایی
بانک مالزیایی AM بانک را در کنار ده‌ها فعالیت بین المللی دیگر در کارنامه خود دارد. سایت خبری مالزیان اینسایدر که 7 مرداد 92 به عنوان نخستین رسانه خبر و پوشش را در خبر اولیه خود مقتول را فرد ایرانی با اقامت دائم مالزی معرفی کرد. در پرونده کرسنت هم که می دانید سرنوشت عباس یزدان پناه یزدی شریک مهدی هاشمی رفسنجانی در معاملات نفتی کرسنت هنوز رسما اعلام نشده، از 5 تیر ماه 92 دزدیده میشه و همچنان مفقود الاثر، هرچند که میدانید که هم امارات اعلام کرد و هم در اسفند 93 یه دادگاهی تو امارات متحده عربی 6 شهروند ایران را به اتهام روبودن عباس یزدانپناه یزدی به حبس ابد محکوم کرد. و خبرگزاری رویترز روز 5/7 اسفند به نقل دادستانان اسفند 93 در دبی گفت که این متهمان با حمله به آقای یزدی و تزریق دارو به او توانستند وی را از بندری در شارجه به ایران منتقل کنند. او زمانی روبوده شد که دادگاه لاهه برای بررسی شکایت شرکت اماراتی کرسنت علیه جمهوری اسلامی تشکیل شده بود. عباس یزدان پناه به عنوان شاهد قرار بود چند جلسه در دادگاه شرکت بکنه. قطعا حرفایی میخواست بزنه در دادگاه که به مذاق حضرات خوش نمی آمد. یک روز قبل از حضورش در دادگاه ویدیو کنفرانس روبوده میشه و بنا به شواهد و از جمله به گفته همسرش به قتل میرسه. این است عملکرد مافیای حاکم بر ایران. بریم پرده آخر. دودم میدونید حضرت آقا 4 پسر دارن، پسرای رهبر انقلاب. حضرت آقا به این پدر شهید فرمودن قسم میخوره، حالا قسم رو من دارم میگم، باور بفرمایید 4 پسر من مستاجرم. 4 پسر رهبر انقلاب مستاجرن مردم. شب و روزگار خوش.